بسم الله الرحمن الرحیم. چون محور بحث ما بررسی جایگاه اسلام از دیدگاه تورات و انجیل و زبور و قرآن و سایر کتابهای آسمانی که دم دست هست، یعنی ما میخواهیم به اسلام نگاه کنیم از منظر تورات، از منظر انجیل، زبور و سایر کتابهای آسمانی دم دستی که از انبیای سابق باقی مانده است. چون نخستین جلسه ماست، ما مجبوریم مطلب را از ریشه شروع کنیم. طبق نظر امام صادق در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی و طبق نظر ویلدورانت در تاریخ تمدن، با وجود اینکه بین امام صادق و ویلدورانت 1400 سال فاصله هست، در عین حال هر دو یک مطلب فرمودند. امام صادق از طریق وحی، ویلدورانت از طریق تجربه، که قبل از حضرت آدم که جد ما بوده، شش دوره در کره زمین موجودات خلق شدن و منقرض شدن که اونها شبیه انسان بودن، یا میمون شبیه انسان یا انسان شبیه میمون. اونها که شش دوره بودن و منقرض شدن، هیچ ارتباط نسلی با آدم ندارن اولا، و دارای تکلیف نبودن و عقل نداشتن. فقط در مرحله هفتم که حضرت آدم آفریده شد، این آدم هم عقل داشت و هم نبوت داشت، یعنی خلیفه خدا در زمین بود. از این آدم است بقیه انسانها و حضرت آدم و نسل موجود در کره زمین ارتباط نسلی با اوموساپینس ها، به قول روایات نسناس ها، میمون های شبیه انسان ندارن. نظریه داروین باطله، نظریه لامارک باطله. آنچه که الان بررسی ها هم نشان میده، نظر اسلام درسته. حضرت آدم ما بعد از شش دوره موجودات خلق شده در کره زمین شبیه انسان بودن به وجود آمده. این آدم هم پیغمبر بوده، هم وحی بهشون میشده، یعنی دارای روح متعالی بوده، دارای حکم شرعی بوده، اگرچه این حکم شرعی خیلی کوچک بوده، کم بوده. بنابراین مطلب اول ثابت شد. حضرت آدم از نظر تورات، از نظر انجیل، از نظر زبور، از نظر قرآن یک شخصی است. اختلافی در معرفی این شخصیت بزرگوار و ابوالبشر بین کتابهای آسمانی نیست. این مطلب اول. دو، ادیان چندین تقسیم داره. یکی از تقسیمات ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی است. ادیان غیر ابراهیمی دین نیستن. بودا دین نیاورده، هندوها دین نیاوردن، سیک های هند دین نیاوردن. دین آن است که خدا نازل کند به شخص خاصی. ادیان غیر ابراهیمی توسط افراد خاص یا جمعیت ها ساخته شده. هر وقت ما بحث ادیان داریم، ادیان ابراهیمیه. ادیان ابراهیمی اینه که الان بیان میکنم. آدم پیغمبر بود، پسرش شیث پیغمبر شد، اما برادران شیث پیغمبر نبودن. از شیث، از نوادگان شیث حضرت ادریسه، از نوادگان ادریس حضرت نوحه، از نوادگان حضرت نوح ابراهیمه. بعد از حضرت ابراهیم تمام انبیا از نسل حضرت ابراهیمه. اینها همه در خاورمیانه بودند. پس دین آن است که از آدم تا ابراهیم آبایشون پیغمبر باشند یا وصی پیغمبر، بعد از ابراهیم هم تا پیغمبر اسلام در شاخه بنی اسماعیل، یعنی اولاد پسر بزرگ ابراهیم، و حضرت عیسی در شاخه پسر کوچک ابراهیم اسحاق. اینها پیغمبر بودن، یعنی نبوت در ابراهیم دو شاخه شد.
فرزندان کوچک پسر کوچک ابراهیم یعنی اسحاق بنی اسرائیلن فرزند حضرت ابراهیم فرزند بزرگش که اسماعیله پسرش قیدار پیغمبر بود و یکی از نوادگانش پیغمبر اسلام پس دو شاخه از انبیا در نسل دو پسر حضرت ابراهیم وجود آمدن همه در خاورمیانه بودن انبیای عظام اینها هستند لذا بودا پیغمبر نیست هندوها پیغمبر ندارن و دیگران چرا پیغمبر از طرف خدا حکم میگیره اشخاص در اثر ریاضت اگر به مراحلی برسند به اون دین گفته نمیشه پس مطلب دوم هم این شد هر وقت در این مباحث صحبت شد از ادیان ادیان ابراهیمی است اینم مطلب دوم مطلب پایانی این جلسه دین اسلام عبارت نیست فقط آنچه که پیغمبر اسلام آورده دین اسلام وارث کل ادیانه یعنی هر چه آدم آورده در قرآن هست نباید فکر کنیم اسلام یک دینه تورات دین دیگره انجیل دین دیگره نه اونها قسمت اول اسلامن اسلام یک دینه از آدم آرام آرام آیات اولیه به آدم نازل شده بعد به شیس نازل شده مقداری به حضرت نوح نازل شده مقداری به ابراهیم و موسی و عیسی مجموع ادیان قبل از اسلام در درون اسلامه اسلام حافظ کل اونهاست پس نباید فکر کنیم اسلام یک دینه در کنارش دین دیگر به نام دین یهود دین دیگر به نام مسیحیت نه دین اسلام سری داره وسطی داره پایانی داره سر دین اسلام به انبیای قبل آمده مانند آدم و شیس و ادریس و نوح وسط اسلام به حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان و موسی و عیسی نازل شده پایان اسلام هم به پیغمبر اسلام نازل شده پس ما قبل اسلام بیرون از اسلام نیست در درون اسلام خود قرآن فرموده این قرآن مهیمن آنهاست یعنی نگهدارنده حافظ ادیان سابقه در آخرین جمله عرض کنم اگر کسی مسلمان باشه باید به همه انبیا ایمان بیاره اگر کسی مسلمان باشه نباید به اسم حضرت موسی انگوش بزنه مگر با وضو بدون وضو حرامه اگر کسی مسلمان باشه نباید بدون وضو به هیچ یکی از اسامی انبیا که در قرآن آمده دست بزنه کل انبیا در دین اسلام مقدسه کل کتابهای انبیا در اسلام مقدسه مشترکات ادیان اینه خدا را بپذیرید غیر خدا را مبدع ندانید یعنی شرک نداشته باشید هر چی انبیا آوردن بپذیرید به پدر مادر احترام کنید حقوق ملت‌های تعریف شده را احترام داشته باشید اینها اصولی است که از مشترکات همه ادیان است که در قرآن بیان شده است پس بنابراین اسلام دینی است از آدم تا کنون هرچه آمده در سینه دارد قبول اسلام مساوی است با قبول همه ادیان ابراهیمی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین